با مردن تو گل خوشی های منم پرپر شد. تو مونس و یار تنهایی من بودی. بابا نگاه کن خانمه چه خوشگل گریه میکنه. تو تاریکی چراغم بودی، باغم بودی. خودت کسی خدایا چرا این شوهر نازنین از من گرفتی؟ چرا منو تو این دنیا سر داشته باش آبجی؟ دنیا مثل یه تماشا خونه است. آدم از این درش وارد میشه، از اون درش خارج میشه. گریه نکن، این سرنوشت همه ی آدم هاست. لا اله الا الله الا هو. چه نسبتی با شما داشت؟ چه شب ها که تو گرمای آغوشت به من حرارت شاهدی نخشیدی شاهد عزیزم. شب ها و خاطراتی صحبت نکن، مردم فکر بد میکنن. ببینم جنت مکان چند سالش بود؟ چی بانو سیده دویات ده چی شد؟ ببینم آبجی اینجا که آرامگاهی یه زنه. ایوه من چقدر حواسم پرته. ببینم اینجا امامزاده عبدالله ابن باوه. نه ابن باوه از نه امامزاده عبدالله، اینجا باغ توتیه. توتیشم مایم جیگر. حالا تو تیر کمونتو گرفتی طرف ما، مخلصتم هستیم. ایوه چه حرفا، من کمونم کجا بود؟ تو ابروهات ناگلا درست نشونه گرفتی. معلومه شکارچی ماهری هستی. خب چه میداره، ما هم قفصمون تنگ و تاریکه، میتونی روشنش کنی. میفرمایی کمپیچه؟ نه اون خدا بیامرز گفته از قریب چیزی نگیرم. کدوم خدا بیامرز؟ اون که یه زنه. نه اون خدا بیامرز میگم با مردنش منو تنها گذاشت. الهی که قربون تنهایت برم من جون. خب بس دیگه، شما هم درست مثل محمد آقای بازارچی و اوستقی خان حلاج با یه خنده از سر کله آدم بالا میرین. بیا بابا جون بیا تا شهر را نیافتانه بساتمون رو جمع کنیم و بریم. یه بازارچه دوست رفیق داره، چه مردم خودخواهی هستن، خودشون میخندن خودشون هم توپی میان. خیال کردی من از اونایی نیستم که با یه خنده بهت بگم آدرسم باغ پستبک کاشیشم 12 اضافه 1. تو که آدرس دادی سیبیل طلا. عجب دو روزه اونه شده ها، آدم ها با دست پس میزنن با پا پیش میکشن. حتما طرف فوتبالیسته. این حرفا به تو نایمده بچه، بارو بالا بارو بالا بینم دختر. آی علی آقا سورچی بیا درشت را بنداز بره در بیا. اومدم احمد آقا. آخی شهر میرین؟ البته که شهر میرین. ببخشینا اوستا، آخه منم شهر میرم، میتونم همراهتون بیام؟ آخه مارم که میشنسه، بفرمین قدم رو چش. بچه برین اونبر، برین اونبر، بفرمین بالا بغل دل خودم بشینین، گل بگیم و گل بشنویم. احمد آقا چیه گل باقا؟ ای با چه حرفا؟ میدونی اوسا خیال نکنی من شما رو نمیشناسم، همسایه کوچه بالاییتون هستم، اسمم اقدسه. خوب میدونم که خیلی وقت عیالتون عمرشو به شما داده. بقای عمر شما باشه، پس هر دومون بلا مانعی. تا چی پیش بیاد؟ انشالله که خیر پیشه. Thank you.
خانم، فردا صبح که سر ساختمونم کار دارم، عصرش زیر گذر منتظرتم. باشه میام، حالا صبح حتما سر ساختمونی. آره عزیزم، که به تمنای وصال تو یگانه آجر بده اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. ای تیر غمت را دل عشاق اوسه کپکت خروس میخونه تا چشت کورش آجر بده بالا جمعی به تو مشغول و تو قایب زمیانه. ای خود نمیگه اوسا سرحالی خبرهای تو محل پخش شده، بچه ها با درشکه دیدنت این روزا سرگوشت میجون با آقای مهندس اومد. مهندس بیاد و نیاد ما کار خودمونه میکنیم. خب داشتی میگفتی اوستا میخوای بگیری؟ آره شنیدم طرف تو دارو دسته مطربا آب توبه سرش میریزم. آب توبه رو واسه همین چیزا گذاشتن دیگه. آره بابا بچه محله. آره بابا اقدس خانوم دیگه کشی نیخورونه نیمه بده بچه دیگه. وای بیچاره و سرمدان چه خاکی به سرمدان ببریمش بیمارستان. زود باشین باید برسونیمش بیمارستان. چطور شد از اون بالا افتاد؟ حواسش پرت اقدس خانم عروسی بود. بگو بیا تو. بفرمایی. سلام اقدس خانم جیون، مبارکا باشه انشالله که وضعک عروسی باشه. آخه حرفایی شنیدم اقدس خانم. تا حالش که حرف کوتاه عمل میگن گول زندگیشو خوردی. کارو کاسبیش حالا سکه هست یا نه؟ این حرفو چیه میزنی؟ از روز رقصیدن و سیابازی در آوردن که بهتره. جوونام میگن به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو. پس اون احمد آقا فرشته شانس جونه. بالاخره نگفتی پیره یا جوونه، کسو کاری داره یا تنهاست؟ نه پیره نه جوونه، کامل مرده، اینو میدونم. فقط دوتا بچه داره که از چشماش بیشتر دوستشون داره. بابا بابا افتاب عمر من داره غروب میکنه، دارم صدای دعوت خدایی رو میشنم، دارم از در دیگه یه تماشا خونه زندگی خارج میشم. میخواستم ازتون خواهش کنم از بچه هم نگهداری کنم. رسیدن غروب زندگی رو نمیشه پیش بینی کرد. درسته که من مکتب نرفتم و درس نخوندم، اما دلم میخواد بچه ها درس خون بشه. به خاطر این موضوع اول امیدم به خدا، بعد به شماست. اگه خدای محمد من به دیار باقی صدا کرد، این گنچه های تازه شکفته رو به شما میسپرم، به شما میسپرم. قول بدین ازشون مراقبت کنید آقای مهندس. این محبت شما رو خدا و پیغمبرش در نظر بگیره. لبیک خدای. اجازه بدهدم. خیلی متاسفم آقای مهندس، دیگه خیلی دیر شده بود. الان میگم بیام ببرمش. من
من میرم. کجا؟ گفتم که با اوستا زیر گذر قرار دارم. پوزم خوبه؟ حالیه. تشهدو بخونم. الله خدای کریم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فاتحه. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب چه میشه کرد؟ درد تنهایی این بچه ها آدمو میکشه. این بچه هنوز دوری مادر رو فراموش نکرده، پدرشون به بهشت سفر کرد. دروغ نگین، بابام همیشه جاهای قشنگ ما رو میبرد. مگه نه لیدا؟ آره درسته، فقط پیش مامان ما رو نبرد. خیلی دلم میخواست مامانو ببینم، هرچی بهش گفتم نبرد، نمیدونم چرا. آی احمد، این بچه ها رو بردار ببر بازی بکنن. بیا ببرشون بابا. بیا. چشم بابا. طاهر بیا. خب میفرمایید چی کار کنیم آقای مهندس؟ سرنوشت این بچه ها چی میشه؟ کاری که نباید بشه شده و عیبش در اینه که منم باید برم به اهواز. تصمیم داشتم اون خدا بیامرزم با خودم ببرم که نشد. حالا نمیدونم چی کار کنم. ای بابا، قدیمی ها میگفتن هرچی سنگه چاشنی پای لنگه. این بچه ها شانس درست حسابی ندارن آقای مهندس. نه اینطور هم نیست. من یه پسر دارم، حالا فکر میکنم دوتا دارم. طاهر رو با خودم میبرم، اگه جوهر داشته باشه تسهیلات لازم رو براش فراهم میکنم تا تحصیل کنه و پیش بره. خدا پاداشتون بده آقای مهندس. لیدا رو ببرین خیلی بهتره. اون دختر رو احتیاج به سرپرست درست حسابی داره، ولی طاهر پسر رو میتونه هر طور که شده گلوی خودشو از آب بکشه. ایبی نداره، لیدا رو با خودم میبرم. پس اجازه میدید خرت و پرتشو جمع کنیم؟ خواهش میکنم. خرت و پرت سنگینی نداره، اون تنها خودشه و اون عکس و یه عالم قهر. گانی پژمرد، گنچه ها سرفکنده شدند. با غروب زندگی پیرمرد، دو کودک خردسال به دست طبیعت قهار سپرده شدند. مرد نیکوکار تصمیم گرفت دختر خردسال را همچون فرزند خیش در آشیانه مرفهش نگهداری و حراست کند. اکنون هنگام وداع است. دو خواهر و برادر که چون جان یکدیگر را دوست می‌دارند، هر یک به سوی زندگی نامعلومی آغوش می‌گشایند تا پلیدی چه رنگی از رنگ‌های خیش را نمایان سازند. و این لحظه بدرود است، لحظه ای تلخ و دردآور، لحظه ای جانگداز. اما سرنوشت با پسر کنند، زمان پراشوب از او چه می سازند؟ آفرین پسرم، میریم خونمون پیش بچه های خودم باشون بازی. من نمیام، بچه هات منو میزنن. نه جونم، اونا تو رو نمیزنن. دوست دارم. وایسا ببینم، وایسا، وایسا پسر، وایسا. عجب بچه توسی ها، وایسا ببینم. سلام، چی میخواد؟ آدم سیار طالبم. چقدر پول داری بچه؟ یه تومن. بینم، گفتی چقدر؟ یه تومن. برو کنار جبت بیاد. الان یه بادو توفانی رو بندازم. کفته پر کلاب پر بالای بونی، کفته پرونی، کفته پرونی بالای بونی. بایی بایی سینم، الان کون دارو تو میکنم گاری جای کنه چون دیره میگیره. کاشکتی حسبت فلنگو برست. تم تم برخشی زد چشم. موسیقی
خونه مینا بچه ها بیا آفر دیگه تاسا گل بده و بنداز کلک ما گل دادیم خوب هم گل دادیم چرا هر وقت رو پای خیتین تند شه سپاتو میره جیب بغلتون بری زخت تایر بری بیا مالیدشن تو تاس میگیری دست تو کش کنار من ستونه بگیرم دست ما بگم با احمد باست من بازی کنم نه تو هم بگی خفت تو میگی نکفت وقت بود که دنبال قمار مفبری نمیگشتم صحیح اما دیدم پا جور کردی احمد ماسپند رو پیاده کنی احمد ماسپندی که ده تا تاغار ماسته واسه خاطر سه شی از این دکون به اون دکون رو سر میکشه این مردونه کیه؟ تو جوجه قمار باز نالوتی وقتی که میبری شروع میکنی به کارکاری خوندن وقتی هم که میبازی نزم بابا چی کردم؟ پسر تو کاسری تازه دومادم که هستی آخو باز چی میه اینجا؟ این بچه ها گفتم میبری ما هم اومدیم ببریم اما همچی داشتیم باختیم دایر خدا را چی کار کنم؟ خیلی خب اینقدر قصه نخو یه پول تو بگیر اما دیگه این طرف ها پیدات نشده چش انقدر آب خوره نگیر همشون لاله کردن یعنی ترتیب همشون داده شد تا خان رفیق قدیمی تو قهوه خونه پشت سرتون داشت زوزه میکشید من خواستم حسابشو برسم گفتم خودتون خبر کنم خیلی بهتره بله اصلا میاد دیداری تازه کنه بفرمایید خدا حفظت کنه طاهر خان اصلا دوگه نسی کن لنده چی چن کنو این کنده چی شد این آب خوردن قبل چی جان تو هم مثل لوتی محلتون تو زرد در اومدی اشتغفون اینا شما هم مردین و کجاست این نارد حالا بهش نشون میدم که چه کسی مرد و چه کسی نامرده این مرد خودشو آفتابی کنه امروز غیبش زده اونی که اسم مرد رو خودش گذاشته میدونی با من چی کار کرد؟ اونم به خاطر یه زن ما رو رای زندون کرد من گاردونش خیلی از دست طاهر پره من این آره به مال خونشو میتکنه سه ماه تمام روز شماری کردم تا یه همچین روزی حسابشو برسم غیر طاهر نالوتی زیاد بود مثل این پیر مرد بسه ما استشاد امسا می کنی نالوتی بجان 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 امروز نوبت طاهره طاهر همه مردم میشناسن مرد لوتی میخواد که پایستر طاهر حرف بزنه طاهر لوتیه با صفاست مگه نه مردم برای گوشه ساکت بگی بشین پسا خب هم مردونه که صحبت میکردی یا از اون دختر معصومی که مثل کفتر رو دست و بالت پر میزد تو مثل یه حیوان وحشی میخواستی دیو شهوت تو سیراب کنی تو میخواستی زنجیر یه عمر بدبختی و روسیه رو بندازی گردنش من از اون طرف رد میشدم که صدای اون زن و تلوتی قلابی رو شنفتم که با سماجت میخواستی دامنش رو لکه دار کنی تا که کلوی لوتی گری سرت گذاشتی سیبیل آویزو پشت لبات سبز شده میدونستی که اون زن همسایه منه همسایه رفیقته حالا همسایه منم که نبود یه بند خدای دیگه مگه به هر مظلوم بی پناهی باز تجاوز کرد اونجا بود که یه مامور قانون سر رسید و تو باز مجازات میشدی باز سما لذت زندون و مکافات عملتو میدی آره
اسب رو خودت کشتی؟ یاور خود نیچه مردم میگن یاور فقط تو همون زنونه مرده تاهر شما گازر لوتی ساله مرد روشه من چطوری بذارم یه نامرد بزن و بچه مردم نظر بد داشته باشه حالا کاری میکنم که صدا تو گلوس خفه بشه جمال شاه مردان صلواتو برن خط کن علی مرتضی شاه مردان تو کمر اونایی بزنه که چششون به ناموس مردمه ببری ملکی از طرف طاهر خان تو رو تابیر کنم تو ببینی ترسیدم در همسایی ها واسه ما نومه چیزی از جایی نرسیده با شما سلام عیس خانم سلام آقا طاهر ببخشید میگم نامه چیزی واسه ما نیومده من رفته بودم خرید کنم بذار از مرجان بپرسم الان خبرشو بهت میدم آقا طاهر الهی آتیش به جونت بگیره دختر خجالت نمیکشی تو خونه در همسایه داری اینطوری میشینی؟ چی کار کنم مادر همون بودم تو خونه خودمونم نمیتونم راحت باشم بپوش لباس تو مگه نمیبینی صدای مرد میاد منظورم آقا طاهره عیس خانم بعد چی شد اومدم اینو کجا میبری مادر چیکار داری منتظر نامه خواهرشه میخوام بهش بدم من بازش کردم مادر نامرم از توش در آوردم فقط میخواستم چی؟ خدا مرگم بده چرا این کار کردی دختر؟ از مادر آخه دوزش دارم خواهرش تو نامه نوشت مادر تو کی میخوای این کارو بکنی دختر؟ نامه ها بو ببره خیلی خوب میرم پایین بهش میگم نامه نیومده سلام طاهر خان سلام علیکم حالتون خوبه؟ هی راستی ببینم خانم واسه ما نومه چیزی نیومده اسم من مرجانه نامم نداشتین میبخشین که من پستچی مخصوص شما نیستم آقا طاهر آخره معذرت میخوام آبچی خانم ولی میدونیم منظور من این بود که آقا طاهر به پا قرد نزنی برگم شو آقا طاهر معذرت میخوام و فکر نمیکنین حرفای دیگه هم بشه زد والا میدونی آب چه خانم زدنی لوتی یاور بود که به اندازه کافی زدمش دیگه راست میگین طاهر خان ولی شما خوب بلدین از این شاخ به اون شاخ بپرین مرجان بیا مادر برو چادر لازم نیست مادر چادر شما رو سرم چرا لازم نمیخوام آخه دختر برو چادر سرت کن شما هم چادر سرت کن چادر سرت کن خیلی میبخشین عیس خانم نومه خواهرم نرسیده نه غم به دلت راه نده پسرم بالاخره نامش میرسه ای بابا دست به دلم نذار تو تموم دنیا یه آبجی واسه هم مونده بود که اونم یه عمر ازش بیخبرم از این میترسم که بمیرم و نفهمم اون کجاست من Inside, 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 inside.
امشب 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 همه مستی بینونه به دستی یک نمون و یک ده دور هم نشستی اگه پرندی هوا بشه من آهوی دشت و صحراها بشه من خدا نخواد که یک دموی لحظه زین احرامونی ها جدا بشه من میخوام از سر زلفان گرهنا کنم امشب هزار دل عاشق تماشا کنم امشب 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 عزیز خوشحالم به اطلاعتون برسونم که به زودی یک بار دیگه هممون دور هم جمع میشیم تا در جشن عروسی لیدا و شهرام شادی بکنیم. بعضی از دوستان خوب میدونن که لیدا از طفولیت عضوی از خانواده ما بوده و من تا به امروز مثل پدری ازش نگهداری کردم و خیلی خوشحالم از این که به زودی همه شما در جشن عروسی پسر عزیزم شهرام و لیدا شرکت میکنم. لیدا لیدا کجا میری دختر؟ چیه شهرام؟ از حرفای پدرم ناراحت شدی؟ نه دارم میرم یکمی استراحت بکنم. نمیخوای به من تبریک بگی؟ تولدت مبارک شهرام. خیلی دلم میخواست جای جشن تولدم جشن عروسیمون بود. آخه تنها شبیه که میبینم تمام اقواممون اینجا جمع شدن. چرا نمیگی اقوامم؟ من که کسی رو اینجا ندارم، همه اقوام تو هستن. این حرفو چیه میزنی؟ وقتی با هم عروسی کردیم اقوام هر دومون میشن. هیچ من باز نمیشه، نمیدونم چرا. واسه نخور تا عروسی اون اینقدر جشن ترتیب میدیم که به هیچ وجه احساس تنهایی نکنیم. این جشن ها نمیتونن کم بوده پدر مادرم رو جبران کنن. برادرم هم نمیدونم چه بله خونه رو خواب میبره. سلام طاهر خان، شما این؟ الان میام پایین. پک این که همچه پس قافل میدوه، حالا که در شکست هم برم. میبخشین طاهر خان، داشتم رفت هم میکردم دست و بالم بند بود، هوا می کمی سرده. نه خب حالا میگه چیکار کنم، من گرما و سرما دست منه. صفای دختر تو حجاب باطنی شه، اینجوری در همسایه ها حرف در میرن. آره طاهر خان شما درست میگی، وقتی دختر تنها باشه مردم خیلی پشت سرش حرف میزنن. آره به هر صورت حالا موقع این حرفا نیستش، من اندازه کافی زندگی من قارش میشه است. اومدم خرت پرتامو جمع کنم اینجا برم. نه حالا موقعش رسیده که همه چیزو بهت بگم، میخوام حرفامو باهات بزنم. تا به حرفام گوش ندی نمیذارم بری. خیلی خب بگو ببینم. میخوام بهت بگم دوست دارم طاهر. ماز بچه
وقتی تو این خونه با هم دیگه بزرگ شدیم. تو واسه من مثل یه خواهر میمونی. ولی تو همیشه عشق من بودی تاهر. من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. والا فعلا که هزار فسخون برای تهرون کار گرفتم، چاری هم ندارم جز اینکه برم. اگه قسمت شده برگشتم یه فکری برات میکنم. فعلا خدافظ. خواهش میکنم نه، بذار توی این تنگنایی پراشون که اسمش اجتماعی منم بذار همشون. بله بیم بچه ها بجامین، بذار این کارا پیش بره. مهندس میگه شما ها تازه واریدین و سایه خواه. بجامین که بهش ثابت کنی چند مرد علاجین. ما کچکه دیم تهر خان، تو فقط اشاره کن تو این انتر وسط ملق بزنیم. ولی زندگی کردن اینجا شباش خیلی مشکل تهر خان. پای زندگی رو امیده، قهن به دلت را نده پسر. زیاده گویی خسته شدم، تو حرفی برای گفتن نداری جز این که بگی کی عروسی میکنیم، کی عروسی میکنیم. نه شهرام، من به دامن آلودم فکر میکنم، ولی تو نمیخوای بفهمی که زندگی منو داری فدای هوست میکنی. چیه؟ مثل این که یادت رفته که تو کدوم خرابه‌ای به دنیا اومدی. خوب میدونم که تو خانواده پاک و فقیری به دنیا اومدم، ولی اینجا شیطان هوستو ناپاکم کرد. دختری که هر لحظه تسلیم هوس این اون بشه هیچ وقت نمیتونه همسر خوبی باشه. باشه عشق پاکی که من نسبت به تو داشتم اینه شهرام، اگه سزای دوست داشتن میگه زود هرچی که داری جمع کن و از اینجا برو. کاری نکن که تو رو پیش پدرم روسیه و شرمنده بکنم. شهرام به من رحم کن. چیه دختر؟ اگه در گوشه ای از این دنیای وسیع موجودی به اسم ترحم دیدی به منم نشونش بده. شده لیدا؟ چی شده دختر؟ اتفاقی افتاده؟ نه آقای مهندس. گوش کن لیدا، تو به جای دختر من هستی. وظیفه‌ای که من در مورد نگهداری و مراقبت از تو دارم حتی در مورد فرزند خودم هم ندارم. اگه اتفاقی افتاده برای من بگو. آقای مهندس، اتفاقی که نباید بیفته افتاده. من فرصت یه ازدواج سالم و پاکو از دست دادم. یعنی شهرم باعث شد که گوهر عفتم لکه دور بشه. من دیگه اون دختر پاکو بیالایش دیروز نیستم. من مثل مرغی که پرش کنده بشه اون نتونه پرواز کنه سقوط کردم. یا چجوری میشه این درد رو تحمل کرد؟ چجوری؟ نفرین به این زندگی. شهرام؟ بله پدر. روی خانوادگی رو به بازی گرفتی؟ به همه نشون دادی تمدن جدید یعنی چی؟ چی میگین پدر؟ من نمیدونم شما از چی صحبت میکنین. از آبروی از دست رفته یه دختر، از امانتی که تو این خونه بهش خیانت شد.
پدر اون دروغ میگه، میخواد ننگیری که ببره ورده به گردن من بندازه. چرا این کار کردی؟ چرا؟ برای چی بیا به روش کردی؟ برای چی؟ پدر اون گوهر افتاد چه به کسی دیگه ای فروخته؟ من خیانت نکردم، اون یه فریب خورده است. خوش به امانت خیانت نکرد پسرای بی آبرو. اون همه سعی که برای تحصیلت کردم. نه بس کنین. نه آقای مهندس، شهرام کاملا راست میگی، من مقصر واقعی هستم. من از شهرام انتظار کمک و گذشت داشتم که اونم قبول نکرد. دختره یه حقزه بی آبرو، چرا کاری کردی که بعد از یه عمر به روی پسرم دست بلند کنم؟ چرا؟ ولی پدر اون زود باش از اینجا برو بیرون. زود از اینجا برو بیرون، دیگه نمیخوام ریخته ببینم. گم شو. باشه شهرام، من از اینجا میرم، اما خاطره های خوب تو رو به عنوان یاد بود با خودم میبرم. نمیخونیم دیگه ما قصه یه قلبای پاک و با صفا، هستم از همه کس، از همه جا، از همه چی، این غم و قصه را من برم کجا، بگم به کی. ماشین ترون یه رو به حرکت کرده. آقا لطفاً یه بلیت به من بدین. برای کجا؟ کجاش مهم نیست، هر جو که ماشینتون زودتر حرکت میکنه. فقط میخوام فوراً از این شهر برم. بسیار خوب، همین الان. آقا خواهش میکنم یه بلیت برای اصفهان بدین. دیگه تو کافه کار نمیکنه. چرا؟ آخه دو شب کافه تعطیل بود. آمدیدم سراغ تقیید تندرو، بهم نارو زده احمد آقا. دیگه لوتیگیری و مردونگی اصلا پیدا نمیشه. اگه تو خروسا مرد پیدا بشه، تو مردا این دور زمون هم پیدا میشه. دیگه رو کی میشه اطمینون کرد؟ والا به هیچ کی. گریه میکنی همشیره؟ واسه چی؟ به چی فکر میکنی همچی؟ به بختم خانم، به بخت. بخت؟ از بخت که نگو. شاعر گفته گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. شوهر دوم ما شوفر بود، یه روز داشتیم رخت میشستیم که یا
یهویی پسر صابخونه زلیل مردمون داشت پرپای ما رو میسوکید. انگار یه زنگی مس عرق شهوت تو چشاش ریخته بود. هیچ متوجه اون نبودم. تو این رویر شوهر سر رسید. هر چی قسم به پیر و پیغمبر خوردم مثل میخ آهنی بود که به سنگ نمیرم. آخرش هم گیسامو چید و فردام طلاق. آره جونی، کار دنیاست دیگه. داشتی میگفتی به تو هم نارو زدم. آره. خب کجا میخوای بری؟ والا نمیدونم. اینم دختری؟ دختر چی بگم؟ مگه تو خودت الان یه ساعت وعظ و خطابه نمیخوندی؟ حرفشو نزن، تا تشو خوندم. نارو بهت گفت میخوام تو، دوست دارم و میگیرمه. بعدشم گفت مرخصی. مگه نابجی؟ آره. قصتشو نخور، به خود ما نارو زدن. یه وقتی زندگی ما مثل این بیابونی پاک بود. خب حالا میری اصفهان چی کار کنی؟ نمیدونم، شما کمکم میکنی؟ من خیلی تنها. من که کاری نیستم، خدا باید کمکت کنه. اصفهان تو کافه من کار میکنم، دلت بخواد همین کار از دستم برمیاد، واسه درستش میکنم. اونجا کارش رقص و میشه بیام؟ اما نرقصم. نخوایی برقصیم، میرقصونن جونی. باشه میام. زنجیرش به گردن سگ آرزون بوده. آره تو نمیدیم این دیگم نمیگه لب دوخته چیزه نمیتونه بگه. میبوری صدا رو یا ببرم زبونتونو. وقتی باشونم اون امتن باشونم. ای کوتابی امیر از سلامه نوچنتم برایت بجانم. چی میخوری؟ روبرم آنم با جلب و با عرق کشمش تحقیه کنی. آره جونی بریز. شنفتم یه خوشگل تور زدی. نه بابا، بنده خدا ترس داشته به ما پناه آورده. چه میشه رویتش کرد؟ آمی الان جون من، جون تو اکون. آمی الان پری پری لابد بون تا ما رو واسش خوندی. ده نه خوندی. ده تو که ما رو کشتی. سلام. به تاقه ابروت بخرمنه مورد بخرمان. پری جون میخوام با یکی بزنه اسمون رو آشناس کنم. میتونیم خلاده بگم. تعریفتون سینی زیاد کردیم. حرف احمد آقا همش حرفی. شما نمیرخسیم. من هنوز به اینجور برنامه ها عادت نکردم. بینم تو خیال داری تو اینجور کارا بمونی؟ مدیر گفته باید چند از لباس تهیه کنم. من که از اون لباسو ندارم. تا ببینیم چی پیش میاد. شمایلت به این حرفا نمیخوره. بینم قبلا حساب کردم. بیا پرشون. نه اینم خودت نگهش دار. خب ما بریم چادر و کیفمونو برداریم و بیان. با اجازه اخوی. نه آرسه نه بریم احمد آقا. قربون دست. ما اینیم دیگه. امشب عرق چی خوردیم محمودی؟ انگاری عرق زنجیر. بی خود نیست پری جون. بی خود نیست که به احمد آقا میگن احمد آقا زنجیری. اینطور نیست. ما طرف لانسمان نکردی. چی میگن لانسمان نکردی؟ ما از اوناش نیستیم که فکر کردین احمد آقا. ما هم از اوناش نیستیم که تو فکر کردی. احمد آقا چه خبرته؟ پری جون دختر ساده ایه. پری جون اخم نکن. دنیایی که توی زندگی میکنی به این حرفاش نیارزه. چرا از این بر؟ خاط
خاطر جمع باش، تو شیش دونگ تهرون احمد زنجیری به پاکی معروفه. پری جون نترس، احمد آقا نظر بعدی نداره، فقط میخواد به ما کمک کنه. چرا میخواد به ما کمک کنی؟ ده واسه اینکه تو کافه امثال تقیم افخور و احمد تیقی و اینجور آدم ها زیادن، شاید چشمون گرفتت تو میخواییم بسونیم دختر، نمیخوام بالاتر خطر بازی کنی. خداحافظ. احمد آقا زحمت کشیدی. قربون شما. شما همه تون سر تا پا یه کرباس، همه این حرفا واسه چند لحظه خوشگذرونیه، فقط همین. این آتیش رو زبونه توف کن، برو بگی بخواب. ای داده میداد ننه هم میگفت یه روزی صیاد عشق شکارت میکنه. ای دل آفل های دیدی که راست میگفت. نانه جونم نشده، باز بس کردی؟ بابات مرد واسه من درد سر گذاشت، باز نیست شبی رفتی سر جو مستو خونشی ببینم، خونشی ببین. گوش کن ننه نازنازی، پیداش کردم. چرا پیدا کردی؟ خودشو دیگه، اونی رو که میخواستم پیدا کردم، هم خوشگله و هم خیلی تمیز میرخصه. وا اگه یکی بهش چپ نگاه کنه پیش پیشش میکنم. دیگه باشو باید بگی بخواب. نه جو، به مستاجرها بگو خونه ها رو خالی کنن. برای چی؟ آخه میخوام عروسی کنم و دو جین بچه سفارش بدم، خیلی دختر نجیبی. آره از کار پاسیبیش معلومه، حالا دیگه همین هم بوده که عروس رقص بیاره. این حرفا چیه؟ رقص مادر تمام هنرهای دنیاست. نه نزی اینقدر همسایه ها بیدار میشن. آه؟ چند دفعه بهت گفتم که اینقدر مشروب نخور. چی من؟ منو مشروب خوری نگاه کن. ول کن یه کم راه برم این مستم یا نه. مستی از سر رود داری میریزی؟ یک کمی را برم و تماشا کن. آها نگاه کن، خوب تماشا کن، دیریخ را مخ دوخ. پاشو رخصاتو بکن، پاشو. یا علی یا لا آی ننه، بذار با لباس بخوابم تا همه مردم بدونن که احمد زنجیری عاشق شده. تمام شاقه تایه. آره خدا کنه، ما که پاک خسته شدیم، این فرصت باشه یه چند روزی میخوام برم مرخصی. آقا تایه اگه به جانبی من رو حتما کارا تموما. سلام علیکم. سلام، کارا خوب پیش میره؟ بله قانون، چند تا بچه هارم فرستیدیم برن تهرون. پس بگو کارگرا زودتر اون برام تموم کنن بعد برن. چشم خانم، اطاعت. اول ترتیب حقوق اون بچه ها رو بده. قانون، کارا تقریبا تمومه، اگه ایزه بدین من مرخص بشم. شما امشب همینجا میمونید، فردا اون وقت میتونید برید. از پس فردام دسته دوم کارگرا میان و مشغول میشن. خیلی ممنونم قانون. کجا میخوای بری که اینقدر عجله داری؟ والا حالا که نزدیک اسفونه هم یه رفیق خیلی عزیز دارم که میخوام برم ببینمش. بس برو پسرم برو. قربون شما، مرمسی. بسلامت، بسلامت. ببینم علی جون، با اتوبوس های ره گذر چه ساعتی میرسیم اسفونه؟ مگه به وقت شپر صبحگاه سربازی حرکت کنی با بانک الله اکبر میرسی اونجا. قربون تو برم. خدافز. خدافز. علی یاره. خوش اومدی. مرمونه تو عزت زیاد. آخ تو تو گاراژ نهاره با هم بخوریم. آخه میخوام برم سراغ رفیقم هم از زنجیری. مرمونه تو. مرمونه تو. ای
این خرت و پرت قابلیت شما رو نداره. سلامم. نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم احمد آقا. شما به من خیلی لطف کردین. امون نوکر تیم. سلام. حتما پولتون رو بهتون پس میدم. این حرفا چیه؟ اختیار دارین. هرچی دارین مال شماست الا جونمون. به هر حال ممنون. خواهش میکنم لیدیز فرست. آها. سلام علیکم. یعنی میخوای بگی ما رو قبول نداری؟ اختیار داریم احمد آقا. نوکرتیم. راستش اینه که از پاکی و صفات خوشم اومده. ای قبول کنی میخوام بسونمت یا تاغار آب تو رو بریزم. آب تو برای باید سر اونا بریزن که ما رو به اینجا کشوندن. نوکر پدرتیم. از این طرف پلیز میکنم. بالاخره به ننمون بگیم آره یا ناره. والا من هنوز در این مورد فکری نکردم. من لطفا احمد! با اجازه کجای مرد؟ فیلن که روبرودم. تو کجا اینجا کجا پارسال دوست امسال آشنا؟ منم هر کجای دنیا که باشم به رفیقای مردم فکر کنم. این طوریه نه نومه ای نه خبری نه پیغومی. تا قلن داری یه سری که ندیدم نوکرتم. ببینم طرف کیه؟ والا میدونی گرفتاریمه. این راکس نو کردم یخت پیش طرف ما بکش بالا. سلام آبچی. سلام مری خانوم. آقا طاهر از رفقای خیلی قدیمی ماست. خب بگو بینم بعد ما تو محل چه خبر بود؟ والا هیچی احمد آقا. من هر سوت و کور بود. در زور خونه رو بستم. چی گفتیم؟ آخه ورزشکاری بعد شما نبود. میبینی؟ ما اینیم. نوکرتیم. مردم میخواستم بیان دنبال شما که برگردین در زورخونه رو وارد. باشه میام افتتاحش میکنم. بس دیگه خیت نکن. آره گلپری جون این رفیق خلص ماست. امشب تو کافه دو تا مهمون داریم. منم و بابا طاهر اوریان. ایت کرارم تنهایی دادی کن فندقه. چی گفتم؟ این که لباش مثل پسه خندونه کار داغونه. قربونت برم. به سلامت. باک داشتی خیلیتمون میکردی پسر. این حرفا چی همه جون؟ بعد که نگفتم بعد تو در سرخونه رو بستن. من اینه درو گفتم. نوکرتی باک جنگ باز کردی پسر. قربونت برم. زود بریم خونه. وقتی مادر ببینتت کلی خوشحال میشه. بریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا درد دردمندون دوا، حاجت حاجتمندون روا، از تصدق سر همه احمد منم به راه راست هدایت کن. آمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ننه ببین کی اومده؟ بابا طاهره. احمده. ننه جون جون اومدم. بابا طاهره اومده. سلام علیکم ننه احمد. سلام طاهر خان. خیلی خوش اومدید. قدمتون رو چه؟ خیلی ممنون. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. از این طرف بفرمایید. خیلی ممنون. بفرما طاهر جون یه خبر خوش واسه دارم. چی هست؟ عید قربون میخوام ننه ما عروس کنم. ما دلیل نبودی پسر با این حرف زدنت. بفرمایید. مادر جون یه خدا واسه صحبت آوردم. البته قابل سواره نداره. باسلوغه. از اون باسلوغای خوبه. ننه چایی همو نه چایی شه ننه همت که بفرمی. اینه کیه؟ این عکس پدر خدا بیامار زنه. این هم خوهرم لیداست که 16 سال ازش بیخبره. این هم خود چاکرتونه. یه خورده قهم بشکن مادر جون. بچه بودی خوشگلتر بودی. خب شما چطوره مادر؟ بهتون خوش میگذره؟ چی بگم؟ دلم پر از دست این پسره. داره زندگیمو به هم میزنه. انگار تلسمش کرده. لا لا هلا لا زیننه. بخ بخ بخ. این حرفا چه دلتون روش هم باشه شرکت خانم؟ از تهران چه خبر؟ من که 3 سال آواره شدم دنبال این پسر. نه ای بابا به هر کجا که روی آسمون همین رنگه. ببینم از آبجیت خبری نشد؟ نه شرکت خانم. نه تو هم
شانس درست حسابی نداره. اون از مادرت، اون از ننه ناصر اومدی طاهر مهمونه اومده اینجا اخت دلش باشه. اون وقت تو هم یه بیخ کلسوم ننه میخونی با ما رو باش واسه که قان میشکنیم. خدا عاشقت کنه تا کمتر حرف بزنیم. دردم یکی دوتا نیست. دختر قطعی حالا میخواد رقاصه کافر رو بگیره. طاهر خان میگن رقاصه ها پالونشون کجه. آره مادر اینطوره؟ نه مادر همه که یه جور نیستن. باز شروع کردی ننه. آقا طاهر پاشو الان دیوونت میکنه. ننه کنتابی ها پاشو سر و صورت و صفا بده. باز امشب حسابی عشق کنیم. خیلی خب باشه بریم. ما باعث شما از اون زهر ماریا نخورینا. زبل زرنگ بچه هرونم میدونی تموم جهلا میدونن مگه نمیدونن تموم لطیا میدونن مگه نمیدونن خوشت مرده ها خیلی فرامونن چند تاشون حالا گوشه ی زندونن خاطر خواهی زلف فریشونن گیج و حکر این لب بخندونن چندشون حالا گوشه ی زندونن خاطر خواهی زلف پریشونن گیج و پکر این لب خندونن سلام به روی ماه میشی میرم قربون چشای سیاهت میریزم واسط میخوری یا میذاری خونک شه فردا میرین همه جای دیدنی شهر رو بهتون نشون میدم آخه گل پری جونم تازه وارده
دیگه هم هست. نه باید برم سیمین تنیاز. هر تو میلته. خدافز تاهیر خواهد. خدافز قربونش برم این کیچ میشه ملایره. رفیق سیمینم بد نی. تو از صنایع من سوء استفاده کردی. دیگه نمیخوام ببینم ات. چرا راحتم نمیذاری؟ مگه ما بد هوا تو داریم؟ بد بارو بر زندگی تو میگیری؟ اون زندگی که تو ازش حرف میزنی زندگی نیست لجنه. چیه؟ پره بالشتت زیاد شده؟ همش تو فکر احمد زنجیری و حسین تندرو تقی ساچمهی هسته؟ کاری نکن سم اخلی بکنی، دیگه بسه. دیگه نمیخوام بازی که یه حوثت بشم، نمیخوام. چرا راحتم نمیذاری؟ نزد دیوانو بشم که مردم کافه پشت سرم صفحه آقاسی بذارم. بسه با هم قاطی پاتی بشیم و ایکل نرم تنتو بغل بگیرم. اینطوری چوندرم بهتر سبز میشه. قربون شکتت برم نقلت ترم. گمشو برم کن بیشر. ما اگه شرم داشتیم که تو رو نمیپاییدیم جیشر. رفت بیاد نبارو که عوض آن ناب کردم. چه صافت نبارو کن بیاد جیشر. قربونت هم میرم. چه بری نزن سرم بردو. برم کن برو گمشه هیمون شرپا. اگه شرپا نبودم که بار تو رو نمیکشیدم. خوب میدونم کیو بفرستم کافه ترسم که حساب داره حاج فرج و لام توش گم بشه. نفر اذیتم میکنه. چه گفتی؟ اهای نفس پس قفاشدم. چی آقا؟ اصولاً احترام پلیس برای همه واجب است. خیلی خوب بشین. چشم چشم خیلی میگم که آواز خیلی قشنگی خونده احمد آقا. نه از عشق ماست. آره بلبل به غزل خونی پری جون به ترانه گل کاشتی پری جون. مرسی. چیزی میل داریم بگم واسه تون بیاری خانم؟ متشکرم. بگن از کشیات سیمین چون تو این او سکنجبین ها کفش هر کی هست باشه. حالا ما میخوام بپوشیمش. عقشمونه دیگه. خوش گردم خودم آریانش کنم. میگم چطور زنجیر بنزم گردن این سگا خیلی پارس میکنن. انگاری هار شدن. نه احمد آقا تو حیثه بده، من خودم حسابشون رو میرسم. سلامتی جمونه تو موتور مخم در حال گیر پاچه. الانه که این عوضی های دوقلو رو نفله کنم. آخه کی گفته که مش عوضی پشت سر مردم ریش شدن؟ شیطونه میگه با یزید محشورشون کنم. تو نمیخواد یه کاری بکنی؟ با من میگن از باید کنه سوزی کاری بکنم. سالها بود نمیخواستیم کافه به هم به پاچی ما بر شیطون لعنم. حالا این کاری نکنه خیلی سنگین تری احمد آقا. یعنی عشق پر روی اونا رو بهشون ندیم؟ باز دو گلاس عرق کشمش خوردیم. ها میگم چطوره بلنشیم از اینجا بریم؟ یه عشق از در خون به جوش میاد. بلنش رو بخورشون. آره بیتره پاشو بینم. بلنش رو بیتره پاشو بینم. شما دستین احمد زنجیری تا شما دور میشین سر و سلار را میندازه. خیلی خوب بس کنین دیگه. روز کار این کافه بی صاحب آورده. برو آقای قنقز دیوان ده. چرا دوباره انداختی؟ مگه نگفته بودم دیگه از این کارا نکن؟ تعهدت یادت رفته؟ قربون مهمون داشتیم و اینام هی متلک بارمون میکردن. من یادم نمیاد. چرا انقدر دعوا میکنی؟ آخه فکر عاقبت کارتو بکن پسر. شما هم تو دعوا بودین؟ اول چانس. نه قربون.
ایشون مهمونن و آل این حرفام نیستن. تو بوزه ما رو ببر برسون به خونهش، منم میرم کلونتری تو تکلیفم روشن بشه. دیگه معطل نشین، ببرینش. یالا رابیوف، یالا برو جلو. چاش جناب سروان، نوکرتی ما رو با زنجیل میزنی، از زنجیل تنف میسازم آقا. نراحت نشو، من خودم میرسونمت خونه، خیالت راحت میشه. خیلی متشکرم. سلام علیکم. اگه وقت کنی که انامی هم به من بگیم آدم رو کلافه میکنم. تقصیر منی، اگه من نبودم این اتفاق نمیافت. این حرفا چیه؟ اتفاق دیگه رو پیشونه آدم که ننوشته. چرا؟ من باعث شدم. تارینی، فردا احمد آقا میاد. خدا کنه احمد آقا بلایی سرش نیامده باشه، اما قصه من تنها احمد آقا نیست. طاهر خان، خیلی وقت بود میخواستم باهات حرف بزنم. راجب چی؟ راجب خیلی چیزا، خودم، شما و تمام حرفای دل. میخوام بگم که من خیلی تنها. بذارین تمام حرفای دلمو بزنم. از همون وقتی که دیدم ایتون یا هر وقت که میبینم ایتون بدنم میلرزه. چرا و برای چی نمیدونم. رفتار مردونتون تمام روح و وجود منو تسخیر کرده. زبونتو گاز بگیر دختر، تو مال احمدی. اون بیچاره همش به فکر توه. نه طاهر، اونی که باید به فکر من باشه احمد نیست، این حرف دل منه. من فقط تو رو دوست دارم طاهر، بذار همه چی رو برات گفته باشم. وقتی میبینم این تو رو راست حرف میزنی خیلی خوشم میاد. پس بذار منم یه چیزی رو بهت بگم پری. با همون خدایی که تو قسم خوردی، از همون موقع که دیدمت یه ها دلم ریخ. چراشون نمیدونم، وقتی میبینم میرخصی دیوونه میشم. میخوام از ته دل داد بزنم، هوار بکشم، بگم پری نرخص، تو رقاصه نیستی. حالام خیلی دیر نشده، این رقاصه بیچاره رو از این منجلاب نجات بده و خوشبختش کن. ببریم برسونمت. اتاق منی، یه خورده محقری. با این حرفا چیه؟ شما پیش ما کلی میلیونری. من فقط خواستم برسونمت خونه که خیالم راحت بشه. حالا با عزت مرخص میشه. صبر کن طاهر، کارت دارم. آوردمت اینجا که به شمایل این بزرگوار قسم بخورم به جز اونی که منو اخفال کرد دست کسی دیگه به هم نخورده. میتونی درباره من تصمیم بگیری. ببینم قد تکلیف احمد چی میشه. من اون یه عمره که با هم رفیقیم. آخه من هیچ وقت به اون قولی ندادم. مرد زندگی من تو هستی. شیطون رجی ما اما برون، فردا تو پاک میبینم ات. بهت گفتم، من از همون روز اولی که تو رو دیدم مهرت به دلم افتاد. ولی آخه احمد رفیقه، تو قاموس ما خیانت به رفیق زشته. آخه باید تصمیم میگیری، منم با خودت ببرم. آه بیا بریم که دارم فهمی شم. من نخواه که با تو باشم دو پری. لعنت به این بخت. احمد ببینم که از او چیلی پسر ها؟ چطور متاره حال تو؟ دیگه حرف نزن لوتی فو کنیم. احمد جون بذار جریان حالیت کنم. تموم حرفای من با این زن در مورد تو لوتی جریات بود. جون تو راست میگه. روستای نامردای عالمی. بس کن احمد. تو به اسم هرچی لوتی همچی مهر باطل کبوندی که دیگه هیچ که نمیتونه کلمه مردونگی لوتی جری رو به زبون بیاره پسر. احمد اینقدر بد قضاوت نکن. من به هیچ رفیقی تا حالا نارو نزدم. اگه راست میگی هیچ ناروی نزدی، پس با این دختر اینجا چی کار داشتی؟ احمد گوش کن، تو بی خود داری فکر بد میکنی. به مولا علی قسم من و این دختر بی تقصیریم، یه قدم به طرف گناه نرفتی. تا ترون اومد اینجا نارفیقی تو ثابت کنی. آه چه بی خود زور میگی؟ شاه مردم این نظرشو برگردونه از کسی که تو رفاقت کمند نامردی میندازه. نه احمد، تو
حق نداری در مورد دوستت اینطور قضاوت کنی. اون در برای تو یه جوری دیگه حرف میزنه. دختر انگاری فراموش کردی جوان مرد عیار وقتی صدات بالا میرفت صدای یه فجلوتی پایین میومد، پس کون مردی؟ احمد به سرور مردون عالم علی قسم، ای من نگاهی بد به این دختر کرده باشم، ای کاش پا میشکست و به سرون نمیمادم. حالا خیلی دیر نشده، خیالت راحت بشه، وقتی من اینجا برم آب و از آسیاب میافته. ایشالا ستاره بخت جفتتون همیشه روشن و پر نور بمونه. چی رو میگی آقا طاهر خان؟ حالا برگرد به تهرون و به همه بگو در کمال ناجوان مردی به سر رفیقم چی آوردم؟ واقعا که خیلی سرت میشه. باشه من اینجا میرم، ولی اینقدر بی‌انصاف نباش لطفی احمد بزرگ. برو طاهر، تو رو به خود من اینجا تنها نذار طاهر، منو تو دشتی رها نکن که پر از گرگای گرسنه است. گوش کنم. چی میگی؟ مگه تو همون کسی نیستی که میگفتی وجودم و تسلیم هر کس و ناکس نکنم؟ آخرتو به من بگو، راحتم کن دختر. تو چی میخوای؟ احمد آقا من که همه چیز زندگیمو به تو گفتم، تو که ادعای مردونگی و رحمدلی میکنی، منو مثل یه کبوتر از قفس آزاد کن، نذار اسیر و زنجیریه یه مشت از خدا بیخبر بشم. خواهش میکنم من از زندون قفس آزاد کن. ما واسه کبوترهای خونمونم قفس نخریدیم، چه برسه واسه این سونا؟ قلبی طوری شده؟ نه مادر، طوری نیست. من اتفاقی افتاده نه چیزی شده. احمد کجاست؟ اونو ندیدی؟ چرا مادر؟ احمدو دیده، حسابیان به ریشش خندیده. نکنی به خاطر اون دختر هر جایی دعوت شده؟ نه مادر، اون هر جایی نیست. اون دختر تا دو روز پیش درست مثل یه گوهر پاک بود. به خدا قسم حالشم پاکه. کی پاکه؟ دختری که هر روز به یکی میگه من دوست دارم؟ نه مادر، اون هم چه حرفی رو حتی به منم نزده. آره، اینجور آدم ها حرفشون رو را سر میزن. منظورت چیه؟ نمیخوام بگم که حرف آخر اون دختر چی بود. بگو راحتم کن پسر، کی ناپاکه؟ ناپاک اونایی هم که زبونشون با دلشون یکی نیست. ولی این هرچی هست همونیه که میبینی. حالا هم دیر نشده، وقتی من اینجا برم همه چی بالا اولش برمیگرده. عبد ایشال مبارکت باشه. خدافز مادر. خدافز مادر. خب مادر، میبخشین که مزاحمتون شده. دست علی به همراه طاهر جون، خوش اومدی. زندگی کردن تو این شهر خسته شدم. منم با طاهر بفرست برم ترون، نمیخوام اینجا بمونم. خیلی خوب، هرچی خرت و پرت داری کم و جورشون کن تا با طاهر بفرستمت بری ترون. میخوام بگم به حرمت رفاقت گذشته این مادر پیر ما رو تا تهرون برسون. قدمش رو چشم، بفرما بالا مادر. برو به امون خدا ننه. یا علی، ممنونم. بفرما. منم چند وقت دیگه میام. انگاری بد نشد طاهر خان، بزن مادرم بیاد تا تو عروسیت خدمت کنه. دیگه عروسی واسه خدمت کردن وجود نداره. چرا جونم؟ اونجا رو بسون. عزت زیاد. گوش کن پره، بیا برو پایین قاله این جنجا رو بکن. موضوع این حرفا نیست، من نمیتونم اینجا بمونم طاهر، همه چی رو به احمد گفتم. تو چی رو به احمد گفتی؟ پس چرا بهم نمیگن راحتم بکنه؟ تو چه نقش
چه تو کلته؟ چرا به ام نمیگه اون چی گفته؟ اون به من گفته که خاطرتو میخواد. من کسی صدقه قبول نمیکنم. بچه نشو طاهر، اون صدقه نیست. اونی که اون بالاست میدونه تو این دل بد مصب من چه خبره، ولی اون مال توه. ولی آخه احمد، تو خودت خوب میدونی که مرام ما غارتگری نیست. اون دلش مال توه، جسمش مال من باشه چه فایده ای داره؟ ببر خوشبختش کن. میام تو عروسیت خدمت میکنم، درست مثل عروسی داشم. دلم میخواد که هر کدورتی ازم داری ببخشی. نوکرتم رفیق. منم تو رو مثل برادر دوست دارم. سلیم همراد برادر. پری جون، این خونه همسال خودمه. من عمری رو اینجا گذروندم. امیدوارم لایق این باشه که تو توش زندگی کنی. ای در همسایا، سلام رو جواب نمیدین؟ سلام از کردین. طاهر خان خوش اومدی، رسیدم به خیر. در همسایا ها طاهر خان از سفر اومده. طاهر خان اومده. خوب کردین برگشتین، منتظرتون بودن. آره دیگه برگشتم، اما دیگه طاهر تنها و در به در نیست، جفت خودشو پیدا کرده. کی هست؟ اونی که میخواستم اینه. همه تو ماست و عروسی ما برخصینا. ما که مهمونیم و رفتنیم. ایوهت بگم این دختر کیه دیوونه نمیشی طاهر؟ انگشتتو به دندون نمیگزی؟ اون وقت نمیگی خدای نوکرتم یا منو بکش یا سر به نیستم کن؟ طاهر عشقت خیلی معروفه. خیلی داری حرف میزنی، ببند اون دهن کثیفتا. طاهر اون یه رقاصه است. خودم تو سفر گذشته تو کافه علی اسفونی دیدمش که داشت به جنبونو به چرخونش میکرد. ببار اون صدتو بچه، تو عمر منو قطع کردی. من خودم از اونجا آوردمش، گهگاهی گوهر جاهای ناپاکم پیدا میشه. طاهر، اینطور که پیداست مردم این خونه عادت دارن پشت سر آدم صفحه بذارن، من تحملشو ندارم. تو من عقل نکنی، حاضر نیستم یه ساعت توی این خونه بمونم. خواهش میکنم من از اینجا ببر توی، من از اینجا ببر. باشه فرشان، میبرمت خونه مادر احمد تا وقتی که بتونم بساط عروسی رو روبرا کنم. میبرم. بهترین عروسی رو واسه میگیرم، تا هر کیو که دلت خواست دعوت کن. من کسی رو ندارم دعوت بکنم، فقط باید از اونایی دعوت کنم که این به این روز نشونده. آکه بریم عشق من. شهرام، آقای مهندس، من همیشه شما رو بی نهایت دوست داشتم. زندگی من به هر چی که دارم چیزایی که شما به من دادیم. هیچ وقت نمیخواستم از شما جدا باشم. حالا که بعد از مدت ها سرنوشت به من لبخند زدی و مرد ایدئالم رو پیدا کردم، تصمیم دارم باهاش ازدواج کنم. اون همه خطاهای گذشته منو بخشیدی و حالا از شما و شهرام خواهش میکنم در جشن عروسی ما حضور به هم رسانید. امیدوارم مثل یک پدر مهربان خواهش مرا بپذیرید. لیدا. خب چی میگی پسرم؟ نامه رو از کجا فرستاده؟ میدونی پدر، وجدانم ناراحته. وقتی آدم تو زندگیش این همه گذشته میبینه، برای شرم‌آور حقیقتو نگه. اون روز لیلا به شما دروغ گفت، من مقصر بودم. حالا هم دلم میخواد یه جوری جبرانش کنم. چی میگی پسر؟ چرا گذاشتی زمان اینطور بگذره؟ چرا؟ عروسی آقا طاهره، مرد مردان، نوکرشم. ملکه خونش که نمی کنی احمد آقا،
نوکرت هم خیلی خوش آمدی. نگاه کن، نگاه کن، عروسی آقا طاهره. به خدا یک کامیون سفر بجرد آقا. میفهمم، مادرم نوشت همین روزا عروسیشونه، واسه همینم اومدم خدمت کنم. نوکرت هم، قربون خدمت کردنت هم. دایی بچخ، بچخ رفیق آقا طاهره بهت انعم میده. بچخ، بچخ که داری خود میتاره. خود نمی؟ احمد خود نمی؟ لا لا لا، آینه بخت شکست، همش تقصیر منه. علمی نداره، اینو بگی یه دونه نو بخر بذار سر جاش، حرفشم به کسی نزن. قربونی تو برم، ما رفتیم. قربونه کره در خدافز. خوش اومدی. ای داده بیداد، لا اله الا الله، تو هم با این چرخیدنت مرد. حالا من جواب آقا طاهره چی بده؟ این اینه بختش بود، آخه امشب عروسیشه. برای چی ناراحت باشه؟ طاهره اگه کسی نشناسه، ما که خوب میشناسیمش. از خانواده که دخترش یه مهندس ببره بزرگ کنه و پسرش هم تو کوچه بازار بزرگ شه، چه انتظاری میشه داشت؟ حیف که این عکس بابای خدا بیامرزش جلو زبون آدمو میگیره. من چه میدونم؟ منو تنها بذارین، خواهش میکنم بذارین تنها باشم، بذارین تو تنهایی به بخت بادم گریه کنم. آه خدا بگو چقدر عدو عطفه، این آخر قدیمی شده جونم، یه فکر تازه بکن. بذارین تنها باشم، بذارین تنها باشم و به گردش نامعقول زندگی گریه کنم. منو تنها هم بذارین. تبریک میگم. شما خیلی خیلی ممنونم. تبریک. لطف فرمودی. خواهر میتونه زن برادرش بشه اگه طاهر بفهمه من رقاصه فریب خورده خواهرشم. زنجیر عمرم رو پاره میکنه. خدایا تو که میخواستی این سرنوشت رو بهم بدی چرا خلقم کرد؟ کجا؟ شب بخیر؟ عروس خوشگل طاهر چرا فراری شده؟ آبا تونی عروس هایش به هم خورده، همه رو از اتاق بیرون کرده. خدایا چه
بلایی میخواد سرم بیاد. بی دعوت خدمت رسیدیم، اما آرزم به حضورتو که عروست فرار کرد. میدونی کجا رفت؟ رفت خونه رفیق مردت احمد زنجیره. مادر جون، حالا که میریم عروسی یه وقت اخم نکنی، گوشه کنایه نزنی، بذار مبارک همدیگه باشن. ننه ما ته دل گفتی مبارک همدیگه باشن، تو کلوم ما شیله پیله نیم، واسه همین هم از اصفهان اومدیم که تو عروسیشون نیناشناش کنیم. ننه جون دیگه اونجا رو نگاه ننه، انگاری عروسه. آره خودشه. خدا مرگم بده، چی به سر طاهر اومده که عروسش آواره شده؟ سلام مادر، اومدم قسمتون بدم که منو از اینجا ببرین. اگه منو طاهر عروسی کنیم، عرش خدا به لرزه در میاد. چی شده دخترم؟ هیچی مادر، اون میخواد هر روز یکی رو به بازی بگیره، من نه دختر. تو رو خدا اینقدر بی خودی به من تهمت نزنی، شما اصلا هیچی رو نمیدونی. چرا؟ خوب میدونم که تو یه بلحواس بی آبرو هستی. بس احمد، برو دختر جون بازی رو تمومش کن. نه این بازی نیست مادر، چجوری بهتون بگم؟ آخه طاهر برادر منه. یا ابوالفضل، خدایا چجوری این موضوع رو به طاهر بگم؟ آخه اون رفیق منه. من یه رقاصه فریب خورده هستم، همه اینا رو طاهر میدونه، وقتی بفهمی خواهرش هستم منو میکشه. راست میگه احمد، حالا طاهر خیلی جوشیه، ببریمش خونه تا آبا از آسیاب بیفته. هرچی شما بفهمین مادر، بریم. پا احمد، یا ابوالفضل تو مردم شرمندم نکن، واقعیتو بگم آبروی طاهر میره، نگم خودم بی آبرو میشم. خدایا خودت کمکم کن. شبتون بخیر احمد آقا. گوش کنی مردم، میخوام یه رفیق مردو بهتون معرفی کنم، اما مردونگی بشه مثل جاشن رفته. عادت خوبی داره واسه اینکه گشته نمونه لقمه را دهن گدام بیرون میکشه، اسمش هم گذاشته رفیق. کلای لوتی گری سرش گذاشته، هر جا میشینه داده سخن از انسونیت میده. مرد، تو میخواستی منو پیش این همه جمعیت بیابرو کنی؟ اونم به خاطر یه دختر بلحوس؟ یه دختر بی سر؟ طاهر! به علی قسم اون بلحوس نیست، اون یه اسیره که زنجیر روزگار گردن ضعیفش رو فشار میده، تو نمیدونی؟ چرا؟ خیلی خوبم میدونم، زیر اون تور سفید عروسی یه قلب سیاه خوابیده و حالا موقعش رسیده که لباس سیاه تنش کنم. یکی از ما دوتا باز همین امشب نصف بشه. احمد بس کنید، جلوشونه بگیرید، دار خدا از هم جدا شد. تو هرادر بسن جلو تو که من رو روش قسم میخورن نیست. احمد تو هرادر من نخواه که تو مردم هرچی رو بشارت، من نمیخوام بیا بسید. احمد منی پیریزه رو نریز بهش بگو. احمد نمیخوام هره چیز رو بگم. چی کار میکنی؟ چرا میزنی؟ میکشمت. احمد بهش بگو. باشه مادر میگم، بسه فریاد بزنم طاهر. چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اون یه رقاص هست؟ نه نه طاهر، تو نمیدونی اون خواهرته. فهمیدی مرد؟ آره طاهر، من خواهر درمونده ی تو هم. بگو، بگو کی خونم رو خراب کرده؟ کی بی اسمتت کرده؟ من دیگه نمیتونم تو مردم سر بلند کنم. بگو چه کسی این کارو کرده؟ چه این کارو کرده؟ من؟ برگشتم تا جبران بی تجربگی خودم رو بکنم. سنگینی یه گناه بزرگ مدت‌ها زجرم میده.
اومدم تا به هر عقوبتی که مستحقم برسم. اومدم تا قیامت زندگی رو تو این دنیا تحمل کنم. حالا هر کاری که میخوای بکنی بکن. من شرمنده و پشیمون اومدم از نجیب ترین و پاک ترین دختر دنیا خواهرت عذرخواهی کنم. من شنیدم تو مرام شما اینطوری رسمه که خطای آدمای پشیمون رو با جب و مرگشون میبخشن، مگه نه طاهر؟ آره خطا رو میبخشن، ولی نه خطایی که آبرو و حیثیتی دختر رو مثل پرکاه به باد بده. فقط ریختن خونت میتونه. طاهر طاهر منو بکش. منو که در حفظ امانت پدرت کوتاهی کردم. من یه پدرم. یه پدر چطوری میتونه شاهد مرگ پسرش باشه؟ هر قدر اون پسر گناهکار باشه. نه مهندس، تو به جای پدر مایی. کجای دنیا یه پسر میتونه پدر خودشو بکشه؟ تازه کلی به گردن ما حق داری. اومدم به شما ثابت کنم که منم بی انسانم و هیچ وقت برای شسته شدن گناهان انسان دیر نیست. درسته، هر وقت انسان اراده کنه میتونه یه موجود کامل بشه. من اومدم در حضور همه برات سوگند یاد کنم و بگم که به این قرآن مجید لیداره همیشه دوست داشتم و دارم و حالا ازت خواهش میکنم یا منو ببخش یا همینجا بکش و راحتم کن. بابا طاهر، تا دیر نشده با بساط عروسی پهنه بهشون بگو مبارکتون باشه. مصلحت در اینه، اونا همدیگر رو میخوان. عتیقه نگاهشون پیداست. خب چی میگی خواهر؟ هرچی شما بگین داداش. خیلی خب ملکتون باشه. ترخم به مهمونه چی بگم؟ بگم عروسی به هم خورده؟ ها اونقدر تکلیف این همه جار و جنجلی که رو انداختی چی میشه؟ هیچی. فقط بهشون بگو که جای دوماد عوض شده. بریم داشت. آره بریم تو آواز نیناشنا.